شاید بتوان گفت یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها مراقبت از سالمندان و فعال نگه داشتن اونهاست. افرادی که اکثرا ورزش کردن برایشان بسیار دشوار است. اخیرا در یکی از خانه‌های سالمندان توکیو برای جلب توجه سالمندان و علاقمند کردنشان برای انجام حرکات ورزشی، ربات‌هایی طراحی کردند که علاوه بر ورزش به کاربران نیز در انجام کارهای روزانه کمک می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش روزیتا ایران دوست. اینجا خانه سالمندانی در مرکز شهر توکیو است. جایی به ظاهر معمولی که حالا پارو، ربات مربی ورزش، مسئولیت ورزش بعد از ظهر سالمندان را بر عهده دارد. این ربات توسط شرکت سافت بنک طراحی شده و علاوه بر شاد کردن سالمندان، مشوقی است برای انجام حرکات ورزشی، آن هم با ریتمی موزیکال. عده دیگری از سالمندان در طبقه دیگر مشغول نوازش این ربات سگ ساخت شرکت سونی هستند که نامش آیبو است. من میتونم با این سگا حرف بزنم و هر چی دلم میخواد بگم. اگه اونا آدم بودن باید دقت میکردم که چی میگم. این مکان بیش از 40 سالمند دارد که در سال 2013 و پس از دریافت کمک مالی دولت به برنامه جبران کمبود نیروی کار 20 ربات به این مرکز داده شد. این ربات یادگار پدرمه و تا زمانی که حرکت کنه ازش استفاده می کنم. این ربات ها علاوه بر سرگرم کردن سالمندان و فعال نگه داشتن ذهنشان به کارمندان نیز در انجام کارهای روزانه کمک می کنند. برخی از کارشناسان میگویند با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و کمبود نیروی کار در ژاپن، اتکا بر ربات ها در حال افزایش است. اگر ربات پارو بتونه حتی درصد کمی از کارهای انسان رو انجام بده، این امکان وجود داره که ربات ها بتونن حجم کار کارمندان رو کاهش بدن. ژاپن با مشکل جدی نیروی کار مواجه است. بیش از 27% از جمعیت ژاپن را سالمندان تشکیل میدهند، جمعیتی که پیش بینی می شود تا سال 2065 تقریباً به 40% افزایش پیدا کند. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.